خوابم نمیبره تا ندم آقا بهت سلام. روزام ببین که منت فطرس کشیدم احسان کن، هزار درد به یک گوشه چشم درمان کن. مرا عزیز دل فاطمه به وقت سلام، به شربتی ز جواب سلام مهمان کن. سلام بر حسین و سلامی به گرمی حرارت قلوب مؤمنین و صفای تبسم روی مؤمنین و خلوص نیت پاک مؤمنین بر شما شیعیان امیرالمؤمنین. خوش آمدید به برنامه به وقت سلام. از طرف خودم و همکارانم در شبکه جهانی بیت العباس خوش آمد میگم به شما که دوباره ما رو نگاه میکنید در برنامه به وقت سلام. امیدوارم که بتونیم با تولید بهتر این برنامه قدردان نگاه شما و وقتی که صرف تماشای ما میکنید بشیم. اینم بگم که اول کمک‌های شیعیان امیرالمومنین تو سراسر دنیا باعث شد که در خدمت شما باشیم و زحمت‌های همکارانم که این دکور رو فراهم کردن، نورپردازی کردن و این تصویر زیبایی که شما میبینید حاصل زحمت همکاران من در پشت صحنه هستش که الان من خدمت شما عزیزان باشم. و از همه مهمتر دلگرمی که نگاه پرمهر شما به ما میده و نظراتی که برای ما ارسال میکنید که باعث دلگرمی ماست که بتونیم این برنامه رو بهتر ادامه بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. تو مهربان ترین،
تو بهتری، تجسم بهشت در زمین. شکستم شکستم ببین، به محضرت سلام میکنم، به محضرت سلام میکنم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد میکنیم خداییو که بزرگترین سرمایه رو به ما عنایت کرد، بذر ایمان رو در قلوب ما کاشت و قلب‌های ما رو منور کرد به نور ایمان. اگر بخوایم این درخت ایمان، این نهال ایمان رو بارور کنیم، باید از کجا شروع بکنیم؟ چون تا درختی خودش نتونه ثمر بده، نمیتونه باعث رویش درختی دیگر و نهالی دیگر باشه. چطوری شکرگزار این بزرگترین نعمت خدا یعنی ایمان باشیم و این رو منتشر بکنیم؟ چجوری این بذر ایمان رو در دلهای دیگران هم بکاریم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ مطمئنن از خودمون، چون اگر این نهال ایمان رو که خدا به ما عنایت کرده خودش ثمر نده، هیچ وقت نمیتونه دیگران رو به این ایمان دعوت بکنه. اما اون چیزی که باعث میشه که ما نتونیم از خودمون شروع بکنیم چیه؟ این که خیال بکنیم که من همینی که هستم خوبم. تکبر. تکبر باعث توقفه. علامه مجلسی در بهار الانوار روایتی رو نقل کرده از حواری حضرت عیسی، که حضرت عیسی روی آب راه میرفت و حواری خودش هم دستور داد که پشت سر او حرکت بکنه. این حواری وقتی دیدش که روی آب داره قدم میگذاره ولی غرق نمیشه، عجب و تکبر او رو گرفت که یعنی منم چه بنده ای هستم، چه مقام والایی پیش رب خودم دارم که منم مثل عیسی روح الله روی آب دارم راه میرم. تا این حالت تکبر او رو گرفت تو آب فرو رفت. حضرت عیسی فرمود که عجب تو رو گرفت. این به خاطر کرامت تو نبود، بلکه خدا به حرمت من تو رو روی این آب روان کرده بود، تونسته بودی که راه بری. پس تکبر باعث توقف انسانه، باعث میشه که آدم نه تنها جلو نره بلکه عقب گرد بکنه و همه اون چیزایی که داشته رو از دست بده. نگاه کنید به سرگذشت ابلیس. ابلیسی که سالها خدای خودش رو عبادت کرد، اما این گناه باعث شد همش به باد رفت. ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد از اینکه سجده کنه به آدم به دستور رب العالمین، و این ابا کردنش، عصیان کردنش، نافرمانی کردنش دلیلش چه بود؟ تکبر. خودش رو خوب و بالا و بزرگ حساب میکرد. همین باعث شد از کافرین بشه. برای اینکه بتونیم اولین قدم رو برداریم، یکی از بزرگترین موانعی رو که باید کنار بذاریم، پشت سر بذاریم، تکبره. امیدوارم که خداوند قلبهای ما رو از تکبر پاک بکنه. بریم فاصله بگیریم، برگردیم، در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. اسمش دل نشینه ماه بی قرینه، اسمش دل نشینه ماه بی قرینه، زهرا همه هستی امیر المومنی، زهرا همه هستی امیر المومنی، لبهای بی بی خدیجه خندونه، هر فرشته ای امشب غزل خونه، جبرئیل تو بیت تا ها مهمون،
آره سوره کوثر رو میخون، آره سوره کوثر رو میخون. جانم جانم ای مادر سادات، جانم جانم ای مادر سادات. ریحانه طهاست جان و دل مولاد، ذکر لب هر عاشق یا حضرت زهراست. مدد یا زهرا، مدد یا زهرا. رسیدیم به بخش مهمان برنامه، بخشی که تمام حلاوت و شیرینی برنامه به وقت سلام وابسته به این بخشه که گفتگوهای خدام سید الشهدا علیه السلام رو با هم میشنویم. باز هم مثل همیشه یکی از خدمتگزاران با صفای سید الشهدا علیه السلام مهمان برنامه ما هستند، مدیحه سرای اهل بیت، جناب آقای مجید شمس عزیز، حاج مجید شمس. خیلی خوش اومدید آقای شمس. زنده باشین. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. شما مگه سلامی به بیننده ها دارید بفرمایید که سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و عزیزانی که دارن این برنامه رو دنبال می‌کنن. شما مجری محترم، همه عواملی که زحمت می‌کشن برای تهیه این برنامه. خیلی خوش اومدین آقای شمس عزیز. ممنون. عید ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را هم پشت سر گذاشتیم، به شما تبریک میگم و به بینندگان عزیز. آقای شمس عزیز از خودتون بگید که اصلا چی شد، در کجای دستگاه امام حسین خدمت میکنید، در چه منصبی و چی شد که اصلا پا به این عرصه گذاشتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایال عزیز مسنا و اهلن از دور و جعنا به بزاعت المزجا فاوفن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اجده بدین من با این دو بیت شروع کنم. ای جان جهان جهان جان ادرکنی، قیوم زمین و آسمان ادرکنی، ای زنده کننده مسیحا الغوث، یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی. من هم اجازه میخوام قبل از این که حالا دقایقی رو از خودم بگم، ولادت با سعادت علت هستی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو محضر همه بینندگان، همه عزیزانی که این برنامه رو دارن نگاه میکنن، همه شیعیان و محبین امیر المؤمنین اهل بیت علیهم صلوات الله علیه اجمعین تبریک و تهنیه عرض کنم. انشالله که به برکت قدوم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها به اون چیزی که خواسته شیعیان هستش و انشالله و اون نیست جز این که ظهور ولی نعمت مول حجت ابن حسن انشالله برسیم و در این ایام سرور و شادی اهل بیت انشالله حاجت روا بشن همه بینندگان عزیز. الهی آمین انشالله. من مجید شمس هستم، خب متولد تهران، ساکن تهران. اگه بخوام بگم که چگونه وارد این عرصه شدم شاید حوصله برنامه خارج بشه، ولی من شاید از همون کودکی یکی از مشوق‌های اصلی من شاید تو این زمینه مادرم بودش. یادم نمیره که حدودش 7-8 سال داشتم. خب معمولاً هم خیلی از این کسانی که مثلا هم دورهای ما هستن از مساجد شروع شد و اونم از اذان‌گویی و اقامه‌گویی و این حرفا، و که یواش یواش تو اون سن بودم و مشوقم مادرم بودش، حالا در زمینه حالا مسجد رفتن و دنبال کردن این مسائل، و تا اینکه کم کم اومدی به من. خودم قبل از اونی که حالا بیام تو وادی ستایشگری و مدعی اهل بیت خیلی به قرآن علاقه داشتم و یه مدت زیادی خیلی دوست داشتم تلاوت قرآن، و حالا زمان ما هم به این وسعت نبودش که حالا بعد از انقلاب این وسعت به وجود اومده شالا از قاریای محترمی که حالا چه در زنده اومدن برنامه. خب قبلا خیلی کم بودش دیگه، و یادم نمیره که یکی از مشوقهام و کسانی که باعث شد من علاقه پیدا کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، خدا رحمت. من یادم نمیره که 8-9 سال داشتم مسجد حمام گلشن، خدا رحمت کنه حاج آقای قروی رو، یه دهه اونجا منبر میرفتن و یه روز آخرای
دهه که بود این آقای قرایی به آقای کافی خدا بیامرز گفتن که این مجید ما بلده بخونه. و من اینقدر کوچیک بودم که پام به منبر، اون موقع پلهای منبر خیلی بلند بود نمی‌رسید، آخر منبر منو بغل کردن دادن آقای کافی، دو سه خط من این شعر عمه بیا گم شده پیدا شده رو بلد بودم، اینو خوندم دیگه. از اونجا یواش یواش تو این عرصه بودم و حالا تو هیئت خیلی فعال بودم. موقعی که نوجوان شدیم و خورد به انقلاب و به قول معروف تو هیئت خیلی فعال بودم، ولی نه به عنوان خواننده و مداح. حالا قرآن میخوندم، بعدا جلسات قرآن اداره میکردم، تا اینکه اومده حالا ما استادمون خدا رحمتش کنه، بله حاج حجت الله کسرا که توی شمیرانات خیلی مطرح بودش. حتما خاطرات شیرینی بله، از بله. استادتون دارید؟ حتما حتما بله، که دیگه مشوقمون ابتدا ایشون شدن که مشوق اصلی که من بیام تو این وادیو و حالا هم قرآن منو گوش کردن، هم یک دو بار مثلا به من گفتن بخون، گفت به قول من حالا این صدا خوبه و بعد تشویق شد. بعد حدود حالا 20 خورده سال 20 سال 20 خورده سالی که به قول معروف حالا تا زمانی که ایشون بودن، چون ایشون یه 17 18 سال دیگه سکته کردن و نمیخوندن اصلا و فقط ذکرشون، حالا اونایی که میشناسن میدونن، فقط هر کی میرفت دیدنش میگفت یا علی یا علی، هر چی ازش سوال میکردی میگفت یا علی، هیچ چی دیگه نمیتونست صحبت کنه. ذکر علیون عبادت چی بهتر از بله. اینه که دیگه تا موقعی که ایشون بودن در کنار ایشون میخوندم، ولی یه 18 19 سالی است که دیگه حالا هم هیئتی که ایشون تشریف داشتن توی شمرون و ما در خدمت ایشون بودیم، بعد از که دیگه ایشون این اتفاق واسهشون افتاد دیگه به طور رسمی اونجا ما خدا فعاده. حفظتون میکنه. از استادتون خیلی به نیکی یاد کردیم آقای شمس عزیز، حتما یه خاطره نابی هم از استادتون دارید؟ بله، یکی از اون خاطره های قشنگو برامون. خاطره که عرضم به حضور شما، خاطره زیاده، حالا مخصوصا قدیمی ها، حالا چون خاطراتشون همش تو سینه شون بود بیشتر نسبت به حالا این روزه. من یادم نمیره حالا در مورد مسائلی که خب خیلی ما رو راهنمایی میکردن، مشوق بودن، خیلی صحبت زیاد. حالا چند تا هستش، حالا من یکیشو میگم که ایشون میگفتش که چون ایشون تو شمرون مثلا دهه محرم شاید 5 یا 6 جا هر شب میرفت میخوندش، چون اینقدر وسعت مدایی زیاد نبود و ستایش که اینقدر به زیادی نبودن دیگه. ایشون تعریف میکرد برای من، میگفت یه سالی بعد از دهه اول محرم که شام غریبان گذشت و یه شب بعدش یه بنده در خونه ما رو زنگ زدن و دیدم یه بنده خدایی اومدش، تعارف کردم بفرمایید، و گفت اومدم شما رو دعوت کنم برای یه مجلسی روز شهادت امام سجاد به یه روایت 12 محرم که حالا دفن شهداست و شهادت امام سجاد. گفتم که خیلی خستم و نمیتونم، مجالس زیاد بوده نمیتونم. خیلی اصرار کرد، گفتم باشه، قبول کردم و به اون مکانی که با اون میرفتم، موقعی که رفتم وارد شدم نگاه کردم دیدم که اصلا اینا وضع ظاهریشون به جلسه امام حسین نمیخوره اصلا. با خودم گفتم اصلا کجاست، من اومدم چیه این برنامه که من دعوت کرد. گفت نشستم و خلاصه به چه صورت بودن من؟ یه مقداری حالا به قول ما شیک و با کروات و تشکیلات رسمی، بله خیلی رسمی بودن. گفتم حالا مجلس امام حسین ببینم که چی پیش میادش. خب اون موقع قدیما، الان هم خیلی از مدعای قدیمی که حالا شما مستحضرید و عزیزان هم دیدن، خیلی ها ابتدای منبر یه دونه ربایی میخوندن که نام پیغمبر رو میبردن صلوات، حالا شادی بودش ایام عذاب هرچی بود با صلوات شروع میکرد. بعد ایشون میگفتش که من ربایی رو طبق مرسوم خوندم، دیدم ایش کسی صلوات نفرستاد. تعجب کردم، گفتم نکنه یه وقت متوجه نشدن. دوباره خوندم دیدم نه، بازم صلوات نفرستادن. خیلی تعجب کردم، از یه طرف تو ذهنم بود که مجلس رو ترک کنم، از یه طرف میگفتم نه خب بالاخره یه چیزی هست که منو دعوت کردم. خب خوندم و وقتی اومدم تو وادی روزه رسیدم و دیدم خیلی دارن گریه، انقدر گریه میکنن که من خودم هم تحت تاثیر قرار گرفتم از گریه این مستمع. همونایی که صلوات نفرستادن بعد
با خودم حالا همینطور که داشتم میخوندم تو این اصلا بودم خدای چیه فلسفه اینجا که اینا اینجوری با این شوق دارنش میدن. بعد که خوندم و خلاصه حالا اومدم دم در اون بنده خدا اومد تشکر کردش و از من که خداحافظی کنم اومد یه سله به من بده، گفتم من نمیگیرم. هر کاری که گفتم اینا من با چی بگیرم؟ من اومدم اینجا واسه اهل بیت، من نام پیغمبر رو بردم، هیچ کسی اینجا صلوات نفرستاد، از اون روزه امام حسین خونم همه. گفت بنده خدا حالا یه مقدارم شاید به حالت خنده و حالا گفتش که شما نمیدونی اینا کیان؟ گفتم که نه من که تا حالا نیومده بودم. گفت مگه اینا رو نمیشناسی؟ گفتم که نه من که بار اول اومدم تو این جلسه شما دعوت کردی. گفت اینا زرتشتی هستن، اصلا نه مسلمان نه شیعن که بخوان نام پیغمبر شما میبری صلوات بفرستن، آشنا نیستن اصلا با این مکتب اصلا. خیلی واسه من جالب بودش. چرا ارادت به امام حسین داشتن پس یا امام زین العابدین علیه السلام؟ در جواب گفته بودن که ما معتقدیم ما زرتشتیان نسبت به شهادت شهربانو که همسر امام حسینه ما باید اصلا عزاداری کنیم، امام حسین داماد ما، ما باید واسه امام حسین عزاداری به ما بیشتر میرسه تا حد مسلمان. خیلی خاطره ناب و زیبایی بود. واقعا امام حسین علیه السلام و حضرت زین العابدین، هر آزاده‌ای در عالم قلبش برای اینها میتپه. امام سجاد علیه السلام مناجات‌هاشو به هر کسی، به هر خداپرستی نشون بدی قلبش پر از عاطفه و مهر میشه نسبت به امام زین العابدین علیه السلام. واقعا خود من از این خاطره لذت بردم آقای شمس عزیز. بعد شما کاروان‌های حج و زیارت و اینها هم فعالیت می‌کنید؟ بله بله، من از سال تقریبا 73 تو عرصه حالا اونم با لطف و عنایت و محبت اهل بیت و سید الشهدا بود که به واسطه این که مدعی اهل بیت می‌کنم وارد این عرصه شدم و بله هم مکه سالیان سال در خدمت دانشجوها مخصوصا بودم، با طیف جوون در حدود 10-15 سال تو عمره، حالا حج واجب هم که خب بودم و اونم باز میگم که به خاطر همین. یه خاطره نابی هم از این مدیر کاروان بودنتون برام تعریف کنید. یکی از یه زائر خیلی بله. ما یه زائر داشتیم یه سالی تو عرفات، خب خدا اونایی که نرفته حقیقتا از ته دل آرزو میکنم که مخصوصا تو جوونی. این بنده خدا چیزی حدود 27 سال بود آمریکا زندگی میکرد و در آمریکا خیلی وضع خوبی داشتش، حالا به واسطه حالا کشورمون و عرقی که داشتش برگشته بود اومده ایران، از طریق اینجا اومدش به حج مشرف شد. من تو عرفات که بودیم دیدم این خیلی حال معنوی خوبی داره و قبطه بهش خوردم، خدا میدونه اونجا که. بعد صحبت کردم باش که گفت فلانی من میدونی که آمریکا بودم، زندگیم همش آمریکا بوده، بچه هم حتی متولد آمریکا هستن، الان آوردمشون ایران، همین رو میدونی؟ گفت من خیلی جاها رفتم، خیلی هتلا رفتم، هتلایی که حالا 5 ستاره چی بگم. اهه گفت بعد دست کرد روی خاک عرفات، گفت نمیدونم این خاک چیه، این خاک چیه که اینقدر منو جذب کرده، حال منو بیشتر، حال منو عوض کرد. و من اونجا بهش گفتم که میدونی علتش چیه؟ گفت نه. گفتم من میگم که این خاک فقط به خاطر وجود امام زمانه که امام زمان در این خاک قدم میگذاره و ما معتقدیم که اگر امام زمان نباشه در عرفات حج هیچ کسی قبول نیست. دیدم رو زمین نشست، خیلی لذت بود از این حرفی که من زدم، به قول من رو سوقش دادم به سمت امام زمان. گفت همینطوره. و خاطرات زیادی تو حج ما تو این سالهایی که مشرف شدیم خیلی خاطره خیلی زیبا بود. بله. یا صاحب از زمان، آقای شمس عزیز، خیلی از بیننده هایی هم که الان ما رو میبینن در کشور خودمون نیستن، یعنی در ایران نیستن، ولی با وجود اینکه مهاجرت کردن
دلشونو با صاحب این گنبد گره زدن و کمک کردن که این شبکه پابرجا بمونه و تو فضای ماهواره بتونه این نور رو به خونه های اونهایی ببره به واسطه گفتگوهای که با امثال شما میکنه، به خونه اونهایی ببره که خب شاید ظاهراً نزدیک حسینیه ها نیستن، در مواطن خودشون نیستن. اینم خب یه برکتیه که و یه توفیقیه که خداوند نصیب ما و بیننده های عزیز کرده. از میون همه این خاطراتی که شما در مورد نوکری اهل بیت علیهم السلام این سالها تجربه کردید، چه تو مداحی چه تو کاروانهای حج و زیارت، اگر این دفتر خاطرات رو بخوایم ورق بزنیم، شما بخوای یکی از این برگه ها رو به ما امروز به اشتراک بذاری، تعریف بکنی ازش، کدوم خاطره رو تعریف میکنی؟ عرضم به حضور شما که حالا تو خاطرات که معمولاً شاید بعضاً ما حالا اونایی که تو این عرصه مدعی و ستایشگری هستن، حالا که مثلا کسی میادش میگه آقا من شفا گرفتم، کسی میاد مثلا مریض داشتم اومدم، از اینا زیاد و از کرامات شاید به ما دیگه مربوط نمیشه، میشه جزء کرامات امام حسین. ولی اون چیزی که به نظرم میرسه چند تا موضوع، حالا چون شما فرمودین که خارج از کشور، حالا این همین الان یوی به ذهنم اومد، من تو این دو سه سالی که حالا یه مقداری محدود بود به خاطر وضعیت کرونایی، من خودم هم نمیدونستم، یه شب حالا چون لایف پخش میشد مستقیم، دوستان یالونه که تو خونه بودن نمیتونستن بیان هیئت نگاه میکردن و این چیزا، یه دوستی داریم تو هیئت، ایشون برادرش هلنده، جزء کاردارای سفارته، کاردار محلی سفارته، دیدم که یه حال خیلی خوبی داره، اومد من صدا زد گفت فلانی میدونی شبا داری میخونی، یه عده هلند دارن نگاه میکنن، زنگ زدن به من، چقدر لذت بردن. گفتم از برکت امام حسین. گفت نه نه نه، میخوام بگم که، و این واسه من خیلی چجوری بگم نمیتونم توصیف، لذت بخش بود، یعنی انگار که خستگی این دهه محرم از این ور رفتم و اون ور رفتن که، و خدا رو شکر کردم، گفتم خدایا ممنونتم، ارباب ممنونیم ما که اینجا تو این مملکت امام رضا و امام زمان از اون ور دنیا یه سری دارن دنبال میکنن و استفاده میکنن. الحمدلله این خیلی برام شیرین بود، اصلا خودم خبر نداشتم، حالا نگو این بندگان خدا به اون صورت زنده به صورت زنده گفته بود که ما هر شب میایم تو همین کنسولگری تو سفارت، میایم اونجا میشینیم همه اینایی که چیدن اونجا بشیم نگاه میکنیم، که خب الحمدلله دلگرمی ما هم همینه بینندگان عزیزا. حتما یه سری از شماها هم از راه‌های دور، از جاهای دور دارید نگاه میکنید این برنامه رو، صحبت‌های مدیه سرای اهل بیت آقای شمس رو میشنوید. اگر واقعا اینجوریه دلگرمی‌های خودتون رو برای ما بفرستید و به ما پیام بدید که پیشنهادات خودتون و انتقادات خودتون رو حتی به برنامه برسونید که بتونیم بهتر انشالله این نور اهل بیت علیهم السلام رو به اندازه وسع خودمون به دنیا برسونیم. آقای شمس عزیز، در خونه امام حسین، در خونه اهل بیت، این نوکری که کردید، از چی میترسید؟ نه، من همه اونایی که تو این عرصه هستن ترسمون اینه و حج بگیره، اون غروره خدای نکرده بگیره آدمو، اون تکبره بگیم که ما خیلی مسخته، اگه بگیره کار خراب و خدای نکرده اهل بیت روشون اما برگردونن، اون ترس داره، یعنی اون لحظه ای که آدم فکر کنه منم، در صورتی که من نوعی، من خودم می، حالا عزیزانی که دارن عرصه هستن، این خونندگی که با یه سرماخوردگی کار تمومه و منمی نداره و هر چی هست صدقه سریع اهل بیته، حتما همین صدقه قطعا اونه، یعنی چون مستعده که وقتی اون پیرمرد سلمانی
سر امام رضا رو اصلاح کرد تو نیشابور، امام رضا سنگش مبدل به طلا کرد دیگه. ولی خب پیرمرده زرنگ بودش، یه پیرمرد زرنگی بودش، یه نگاه کرد به سنگ طلا، به قول ما یه نگاه کرد به خودش، گفت امام رضا من طلا به دردم نمیخوره که، من آفتاب لب بومم دیگه، همین روزات کارم تموم بشه. امام رضا فرمود ما بچهای فاطمه اگه چیزی به کسی بدیم پس نمیگیریم. چی میخوای حالا بگو بهت بدم؟ که گفت میخوام اون لحظه جون دادن بیا. و همه ترس ما همینه که اون لحظه ای که خدا نکنه وقت اینطوری بشیم که بگن شما کاری نکردی واسه ما، تا یه کار کردی واسه خودت کردی، اون ترس داره واسه ما، واسه من نوعی. انشالله که لحظه آخر لبخند امام رضا رو ببینیم هممون. سلمان تو گر نشدم چاره کن شوم، سلمانیت که موی تو را شانه می کند. آقای شمس عزیز، ولادت از زهرا رو پشت سر گذاشتیم. همیشه شنیدن مدح اهل بیت دلچسبه، اونم از نفس گرم خادم اهل بیتی مثل شما. بشنویم با هم یه مدیه سرایی از شما و لذت ببریم اگه اجازه بدید. خواهش می‌کنم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واستر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ای سینه تو بهشت احمد زهرا، ای روی تو جلوه گاه سرمد زهرا، اید تو بود ببخش ایدی ما را زنده که بوسید محمد زهرا. دیگر زمان سرور پیامبر آمد، که گاه زخم زبان قریش سر آمد، تو هم زبان خدیجه شدی میان رهه، که غم مخور شب تنهاییت سحر آمد. بزرگ بانوی مکه چقدر تنها بود، ز چشمهای پر از مهر او گوهر آمد. خدا برای علی خلق کرده است تو را، برای شیر خدا بهترین سپر آمد. نسیم سیب بهشت، نسیم سیب بهشت از حجاز می آید، نگار ماست قریبانه از سفر آمد. تمام فخر علی همسری فاطمه، خبر دهید به حیدر که هم سفر آمد، خبر دهید به حیدر که هم سفر آمد. به روی شانه تو بیرق علی برپاست، علی علی که فاطمه دارد همیشه پا بر جاست. به روی شانه تو
بیرق علی برپاست، علی که فاطمه دارد همیشه پا بر جاست. خدا به وسعت عرشش تو را معظم کرد، کنیز خیش صدا کرده و مکرم کرد. صدای هر تپش قلب توست ذکر علی، به این صدا همه ذکرها منظم کرد. علی علی علی، به این صدا همه ذکرها منظم کرد. میان عرصه محشر شفاعت همه را، به گوشه اید نخ چادرت در کرد. سپس گشود مسیر عبور جنت را، گروه فاطمیون بر همه مقدم کرد. طیب الله انفاسکم، لذت بردیم. چه شعر باصفایی بود و مصفاتر شد به نفس باصفای شما. لذت بردیم. جناب شمسی، یه دعا ما رو مهمون کنید. خلاصه و همه دعاها رو بخوایم جمع کنیم. اللهم عجل ولیک الفرج. الهی آمین، الهی آمین. در پناه امام زمان باشید، همیشه نفستون گرم باشید. بینندگان عزیز، امیدوارم شما هم لذت برده باشید، دلاتون مصفا شده باشه به شنیدن مدح بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان هستم. دلم از غصه آزاده که دوباره شب میلاده، هر فرشته میاد از بالا، روی لبهاش مبارک باده، روی لبهاش مبارک. عشق من دعاته پیغمبر فداته، عشق من دعاته پیغمبر فداته، جنن زیر پاته مولاتی زهرا 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 بارک مولد زهرا. اذن المصطفى وانغامه بسمه تشتعتني جندامه، فرحت بمولدك واحلامه، فاطمه وصيرتي كل ايامه، فاطمه وصيرتي كل ايامه. لن رب البريه سماك الزكيه، لن رب البريه سماك الزكيه، وازهر بالوطيه ميلادك يا زهره، وازهر بالوطيه ميلادك يا زهره. زهره 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 بارك مولدك. امیدوارم که از دیدن بخش مهمان برنامه لذت برده باشید، مثل منی که دلم مصفا شد با شنیدن خاطرات زیبای خادم اهل بیت علیهم السلام. راجع به تکبر با هم صحبت میکردیم که بزرگترین مانع رشد انسانه، نمیذاره که آدم قدم برداره به سمت عبودیت و بندگی خدای تعالی. تکبر اونقدر بده که اگر یک گناهکاری باشه و متواضع باشه پیش خدای رب العالمین، اما در برابرش یک عابدی باشه که دچار عجب و تکبر شده باشه، حالتی که گناهکار داره و تواضع داره بهتره پیش خدا. این رو من عرض نمی کنم خدمت شما، بلکه رئیس مذهب امام صادق علیه السلام می‌فرماید. از امام صادق علیه السلام پرسیده شد، عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق. مردی هست، مثال زد برای امام صادق علیه السلام که مردی هستش که یه عملی انجام میده، منظور اینجا گناهه، و هو خائف مشفق، در حالی که حراسان از رب خودش و تواضع داره، خشوع داره، ناراحت از این کاری که انجام داده. و در برابرش ثم یعمل شیئا من البر، بعدن میاد یه کار نیکی انجام میده، یا شخص دیگری یه کار نیکی انجام میده، فیدخله شبه العجب به،
یه حالتی شبیه خودپسندی و تکبر در او ایجاد میشه. فقال هو، امام صادق علیه السلام فرمود که فقال هو فی حاله الاولا و هو خائفون احسن و حالا من هو فی حال عجبه. حضرت فرمودن که در حالت اولی که گناهی کرده بود، عملی انجام داده بود، اما پیش خدای خودش تواضع داشت، حراسان بود از این کاری که انجام داده بود، این حالتش بهتر بود، احسن بود از حالتی که عبادتی انجام بده ولی او رو دچار عجب و تکبر بکنه. تکبر انقدر بده که اگه حتی همراه عبادت هم بشه، انسان رو عقبتر و پستر از انسانهای گناهکار قرار میده. خدایا قلوب ما رو نسبت به خودت خاشع قرار بده. بریم فاصله‌ای بگیریم و بخش آخر برنامه با شما خواهم بود. کجا السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی. سلام خدا بر پدر مهربانمون امام صاحب العصر و زمان. خوبه که آدم نسبت به پدر خودشم متکبر نباشه. تکبر در برابر ولی خدا ممنوعه و اصلا معنا نداره. معنای ولایت این که اینه که شما تسلیم محض باشی و هرچی که امام میخواد همون رو انجام بدی. در زیارت آل یاسین هم میخونیم فلحق ما رزیت و مو. من از خودم اظهار نظری پیش ولی خدا ندارم، حق اون چیزیه که شما بهش رضایت داشته باشید. والباطل ما اسخط و مو، باطل اون چیزیه که شما ازش ناراحت باشید. والمعروف، من اصلا خوب و با این میفهمم. والمعروف ما امرتم به، خوبی اون چیزیه که شما بهش امر کردین. والمنکر ما نهیتم عن، بدی اون چیزیه که شما ازش نهی کردین. در برابر ولی خدا من باید خاشع مطیع و تسلیم باشم. اگر این راه رو بریم میتونیم که جزو شیعیان خوب امام زمان باشیم. از خدا بخوایم که این توفیق رو نصیب ما بکنه که به زودی لذت دست بوسی او رو بچشیم. دعا کنیم برای فرجش. اللهم یا رب الحجه، به حق الحجه، اشف صدر الحجه، به ظهور الحجه. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.